دفاع و حمایت جنجالی پرویز پرستویی از کارشناس شبکه افق که به علی دایی توهین کرده بود و اون رو مورد تمسخر قرار داده بود. با ما تو این ویدیو همراه باشید، صحبت‌های جدید پرویز پرستویی رو میشنویم. راجع به سوابق این کارشناس هم صحبت میکنیم و ماجرای درگیری که با مجری برنامه شب یلدا چند سال پیش هم داشت رو براتون تعریف میکنم. تا پایان با ما باشید. سلام دوستان، به کانال حاشیه تیوی خیلی خیلی خوش اومدید. خب چند روز قبل یادتون باشه یک کارشناسی توی برنامه افق به علی دایی توهین کرده بود و اون رو مورد تمسخر قرار داد که با پاسخ علی دایی هم همراه بود که ویدیوشو براتون روز گذشته منتشر کردم که جزئیات کامل این ماجرا رو براتون تعریف کردم که میتونید اون ویدیو رو هم تماشا بکنید. اما همونطور که گفتم افراد زیادی به این ماجرا واکنش نشون داده بودن که یکی از اون افراد پرویز پرستویی بودش. پرستویی با حمله به مدیران صدا سیما، به خصوص مدیر شبکه افق، هم از کارشناس برنامه افق و هم از علی دایی حمایت کردش. پرستویی تو این پستی که تو اینستاگرام منتشر کرد نوشت: آقای مسئول شبکه افق، با تمام وجودم براتون متاسفم. نمیدانم این چه سیاست و چه بازی کثیفیه که مثلا اومدید علی دایی عزیز رو خراب بکنید. ضمن شکست در این بازی ابلهانه تان باعث شدید که با استوری ها و پست های مکرر آنچه ناسزاست نثار امیر حسین حاجی نصیری جانباز قطع نخا کنید. شما مدام انگ اغتشاشگر به مردم و به خصوص چهره‌های مطرح این سرزمین که همیشه پرچم این مملکت رو چه در ایران و چه در عرصه‌های بین‌المللی به اهتزاز درآوردن می‌زنید. غافل از اینکه خودتان با این فکرهای مثلا به که می‌خواهید چهره‌های ماندگار این سرزمین رو بی‌ارزش جلوه دهید، اغتشاشگر هستید. فیلمی که در دنیای مجازی پخش شده که سر و تهش معلوم نیست، این جانباز قطع نخا علی دایی رو به مسخره میگیرد و باعث از شما هستید. شما ناآگاهانه از هر حربه‌ای برای تخریب آدم‌ها استفاده میکنید. صدا سیما خود به خودی خود به اندازه کافی در توهین به مردم و آدم‌های مطرحی که عمرشان را در خدمت مردم بودن تخصص کامل داره. دیگه شایسته نیست که از آدمی مثل این جانباز قطع نخا استفاده کنید. شما حتی برای این جانباز قطع نخا هم احترامی قائل نیستید، وگرنه چنین خبطی رو انجام نمیدادید. حیف، چه فکر میکردید و چی شد؟ اما در مورد این کارشناس هم بخوام بهتون بگم، آیه امیر حسین حاجی نصیری توی سالهای اخیر جزء مدافعان حرم بوده که در کشور سوریه در کنار قاسم سلیمانی و نیروهای نیرو قدس به جنگ و مبارزه مشغول بوده که فکر میکنم 4-5 سال پیش بودش که به خاطر عملیاتی که انجام داد مصدوم شد و از ناحیه نخا قطع نخا شد و از اون زمان روی ویلچر نشست. ایشون به خصوص بعد از تغییر مدیر صدا سیما توی برنامه‌های مختلف به عنوان کارشناس سیاسی حضور پیدا می‌کرد و نظراتش رو می‌گفت. یک بارم توی برنامه شبه یلدا حضورش حاشیه ساز شد و واکنش‌های مثبت و منفی زیادی رو به همراه داشت. توی یه برنامه‌ای که اکثر مهموناش بازیگرا و خواننده‌های معروف کشور بودن، ایشون هم حضور داشت و در یک قسمت کوتاه پایان برنامه صحبت‌هایی رو درباره مدافعان حرم و امنیت و اینجور چیزا انجام دادش که خب برخورد مجری برنامه جوری بودش که خیلی ها این برخورد رو توهین‌آمیز قلمداد کرده بودن و خواستار عذرخواهی این مجری از این جانباز شده بودن. البته خب خیلی هم اعتراض داشتن که توی یه برنامه شب یلدایی که برنامه شاد و مفرحه، چرا ایشون رو به عنوان مهمان به برنامه دعوت کرده بودن. اجرای این برنامه که برای یلدا سال 1396 هست رو شاهین جمشیدی مجری معروف بر عهده داشتش که از شبکه یک پخش میشد و مهمانهای دیگه ای هم مثل امیر نوری در اون حضور داشتن. توی بخش انتهایی این برنامه از امیر حسین حاجی نصیری جانباز مدافع حرم دعوت شدش که صحبتهایی رو انجام بده، ولی خب بعد از اینکه یه تیکه خیلی کوتاه ایشون صحبت کردش، مجری برنامه خطاب به اون گفت: خب بیشتر از این یلدامون رو غمگین نکنید. که خب بعد از این برنامه
امیرحسین حاجی نصیری نسبت به عملکرد مجری انتقاد داشت و توی پیج شخصی صحبت‌های تندی رو خطاب به این مجری انجام دادش. ایشون مدعی بودش که برای شرکت توی برنامه شب یلدا چندین مرتبه با من تماس گرفتن ولی خب من قبول نمی‌کردم، تا اینکه گفتن در این برنامه تشریف بیارید و در مورد مدافعان حرم، امنیت و آرمان‌های انقلاب صحبت کنید. شما تنها هستید با مجری، مهمون دیگه‌ای هم توی این برنامه حضور نداره. ولی وقتی روی صحنه رفتم متوجه شدم به من دروغ گفتن و همون موقع با دیدن مهمونهای برنامه کلم پشیمون شدم، ولی خب فایده ای نداشت. خلاصه به اون جایی رسیدم که مجری گفت خب فضای شب یلدامون رو، که بعد از این جمله مجری میخواستم همونجا جوابش رو بدم که یهو گفتن وقت برنامه تموم شده و زودم برنامه رو تموم کردن. من نمیدونم چه سوالی باید از شما بکنم، شما برای ما حرف بزنید، من چیزی ندارم بگم. تو این روزا بچه‌ها این شهر رو از دست دشمن گرفتن، با دادن جونشون شهر رو گرفتن، ما احساس غرور میکنیم. امیر تو رفته بودی؟ چی شد که رفتی و چی دیدی اونجا؟ یکی از دوستامون گفتش که یه خانواده‌ای هستن که پدرش و همسرشون شهید شدن، ما می‌خوایم بریم سر بزنیم بهشون، بیای مثلا خوشحال میشن. رفتم اونجا وضعیت رو دیدم. خب قبلش منم شنیده بودم که آقا پول میگیرن و دیدم واقعا این حرفا نیست و هر کی میره اونجا اصلا به خاطر این اقدام تو هم اقدام قشنگی بود، برای اینکه خیلی هم فضای شب یلداییمون غمگین نشه. امیرحسین حاجی نصیری به خصوص بعد از اینکه روی ویلچر نشست و جانباز شد توی برنامه‌های زیادی توی صدا و سیما حضور پیدا کرد، به خصوص برنامه‌های شبکه افق که هر چند وقت یک بار به عنوان کارشناس میاد و صحبت‌هایی رو انجام میده که چندین بار هم این صحبت‌ها حاشیه ساز شده که آخرینش هم برمیگرده به صحبت‌هایی که درباره علی دایی انجام داده بود و گفتش که خدا فقط یه قد بلند به علی دایی داده که حالا توپ به سرش میخوره و میره توی گل، وگرنه قهرمان و اسطوره برای ما به حساب نمیاد. بعد از این صحبت‌های ایشون واکنش‌های عموما منفی نسبت به این صحبت‌ها انجام شد و کار برای فضای مجازی حمله تندی رو به این کارشناس برنامه افق انجام شد. خب رفقا این بودش کل ماجرا، حتما نظرتون رو برای ما راجع به امیرحسین حاجی نصیری و صحبت‌هایی که انجام داده برامون تو بخش کامنت ها بنویسید و به نظرتون حمایتی که پرویز پرستویی ازش کرده آیا درست بوده یا نه؟ به خاطر توهینی که به علی دایی داده اون باید می اومد و عذرخواهی میکرد. حتما نظرتون رو برام کامنت بکنید. یک دنیا هم سپاس برای لایک این ویدیو و سابسکرایب کانال. امیدوارم همیشه شاد و سلامت و پیروز باشید. تا ویدیوی بعدی خدا نگهدارتون. پیشنهاد میکنم در ادامه یکی از این ویدیوهایی که روی صفحه هست رو تماشا بکنید.